ستانه رڼا اخلي ستور ستانه رڼا اخلي د پښتون د اسمان مړی ستا په شان به مور را نوړي ته خو بل رنګه بشري د الفت او مینه ډک یې چې د هر سړي دلبر یې چې ژوندی یم تا به ستا یم د هېواد د زړګي سر یې په پښتانه مینه او ادب هېواد شهزاد سویډن تاسو نه داس کوم راس پاتې چې دا د خبرو معلومه دي دا د یو شیر دی د شیر باندې غلط فکر وای وران کار به ودان کړي دته کو سیګه ده وران کار به ودان کړي دته کو سیګه ده حق وای په ځان کړي دته کو سیګه ده وای ورته ته بشپاوي چا ته ورته شپاوي ورته ته بشپاوي چا ته ورته شپاوي ټول پسین شیان کړي دته کو سیګه ده مانداش په پښتني ژوند کې باورې جوړوي څو د خپل د کار وخت کې نه چې د نظر ته ښکار کولو د حق ویلو کنه غنه درلوده حق نه درلوده چې حق وایي که به ته هیڅوک ملامت نه دي وران کټول کار نه شي هیڅوک ملامت نه دي وران کټول کار نه شي خپل قسمت به وران ګڼي دلته کې اوسېږي ته وایي ټیټ خلک به جګ ګڼي ناس که په جګ ځای کې وي ټیټ خلک به جګ ګڼي ناس که په جګ ځای کې وي ځمکه به اسمان ګڼي دلته که اوسېږي ته وایي هر چا چې هر څه کول خو به صفتونه کړي تاسو ورته ځیر یې وایي هر چا چې هر څه کول ته به صفتونه کړي هر یو به لقمان ګڼي دلته که اوسېږي ته د پروګرام په دې برخه کې له قدرمن معرفت صاحب څخه هیله کوم چې د الفت صاحب د نثر په اړه موږ ته خپله مقاله واورئ. بنامه خداوند متعال. دوستان، عزیزان، حاضرین گرامی، عرض ادب و سلام بر شما. نخست از همه تشریف آوریتان را خوش آمدید و خیرمنده بسر از سازماندهندگان تطویر محفل و سمینار سپاسگزاری نموده و افتخار دارم در این محفل باشکو که به یاد بود استاد گلپاچای الفت سازماندهی گرده اشتراک و مختصر سخنرانی نمود. آثار الفت سرمایه و گنجینه است در تاریخ ادبیات کشور ما افغانستان که در دلها صدای بی‌نوایان را تنین اندازی نموده در گوش تار بود و قلب انسان تأثیر به صدای می‌گذارد. گلپاچای الفت اتکا برا و روش عدالت پسندی انسان دوستی تراوت زیبایی و افکار در نامندی ادبیات پشتو معلم و آموزگار بوده خبیر و پرهیزگار که علیه فساد جبر ظلم و ستم هر نوع تبعیض تفاق طلبی و بیعدالتی های اجتماعی نفرت و انسجار خش را تبارز میداد. در اجتماع با نگارش نیکو زیبا رو افزا و دلپسند به خوانندگان لذت ادبی بخشیده طبعه را به اعتزاز می‌آورد. واقعا چنین لذت و شیرینی واقعاً چنین لذت و شیرینی ادبی را در نظم و نثر استاد الفت مشاهده می‌کنیم. گلپاچای الفت در دوران معاصر از شخصیت‌های پیشرو و مقدم بوده که جایگاه خاص خود را دارد و با آثار گرانبهای ادبی خویش در نظم و نثر برای جوانان امروز و نسل‌های آینده نیازمندی روحی و زیبایی معنوی در ادبیات پشتو می باشد.
استاد محترم الفت دردهای نابرابری اجتماعی را که باعث بدبختی ها میگردد در نظم و نظم بیان را امکان دادند و آثار الفت رهنمود و نسخه تداوی و نجات در مقابل ظلم و بیعدالتی در شرایط و اوضاع مختلف و مشخص لازمی مورد استفاده قرار گرفته است. آزادی بیان فکر و دموکراسی که در مورد بسهای صورت میگیرد در آثار الفت مضمون و موضوع اساسی شمرده می شود. دوره که محترم خواهیم در من فدید بودن در جلده غیر دولتی به نام اولس در زمان دموکراسی زایشهی و در زمان منشرات تخیش ادامه داد آشکار کننده اقایت اجتماعی و سیاسی استاد الفت بوده گلپاچه الفت در جامعه افغانی با نابرابری ها تبعیض تفرقه مخالفت داشته و آثار انتقاد جویانه نوشته خیال های بلند و فکرهای عمیق مردم را به زبان مردم در رسم و نسل انعکاس داده است. آثار الفت به اجتماع پند و اندرز و آموزش داده تا از واقعات و حادثات محیطی و اجتماعی خویش آگاهی یافته و در زندگی اجتماعی متوجه مبارزه در تامین عدالت اجتماعی باشد. گلپاچه الفت در تاریخ ادبیات کشور ما ستاره درخشنده شناخته شده و کتاب های زیادی نوشته است. نثر الفت هم کم از سرودن شعر نیست. نثر الفت هم کم از سرودن شعر نیست. آثار مهمی که استاد الفت به نثر نوشته غره نسرونه نام دارند و اثر برجسته گلپاچه الفت می باشد. این اثر ممتاز از نگاه مضمون، محتوا، سبک و اسلوب، بیان و معنا از ارزش و ابتکار بهره‌مند می باشد که خواننده به آسانی آن را جذب نموده و به شکل افسانه و شعر از خواندن آن لذت می برد. غوره نسرونه در امان آغاز چاپ مورد علاقمندی امدان قرار گرفت که به تعدادی علاقمندان و پیروان الفت صاحب افزود. نسل الفت از نگاه فطرت با استدلال منطقی و برقی استوار می باشد. مهارت، کمال، فن و هنر استاد در امین سبک خاص خودش است. در نسل الفت زیبایی از نگاه فکر و معنا در سادگی نهفته است. از غور نسونه نسل را از پشتو به دری ترجمه نمودم که عنوان آن حاکم خوب می باشد. حاکم خوب آن که ندارد نفس و نه خواهشات نفسی در قلب ندارد ترس و نه طعم نه پروایی بر ترفی دارد نه پروایی ترفی نه رشوت گیرد و نه معاش نه با کسی دشمنی کند و نه مراعات نه روی کس بیند و نه هم وایی نه کلی شناسد و نه ضعیف ندارد با کس قرابت و نه بیگانگی نه سفارش پذیرد و نه شنود تملق نه با کس خندد نه کند تشویی میشناسد کیست این حاکم خوب بله قانون و عدالت در قلب افراد همیشه عواطف بی‌آرایشانه و جامعه انسانی موجود الفت در آثاری که به نسل نوشته دقایق کوچک و نازک فطرت را دیده و آشکار ساخته است. فن نویسندگی الفت کار آسان نیست. فن نویسندگی الفت کار آسان نیست. خلاصه این که الفت شاید به نویسنده توانا بینا و آگاه بوده که مکتب جدیدی را در ادبیات پشتو و پایه‌گذاری نموده و در هنر ادبی الفت چنین دیده می شود. اول جمال یا زیبایی الفاظ و کلمات را چنان که هم پیمان می داد و می آرایست که زیبایی خاص در آثارش مشاهده می گردد. دوم برهان یا استدلال به هر مظهر فطرت دلیل و استدلال می داد بر مظهر فطرت دلیل و استدلال می دید و این دلیل و استدلال را آشکار و ویدا می نمود. سوم